استاد در راستای پرسشی که در قبل مطرح کردیم و به نوعی شما هنر رزمی ملی ایران تاوار رو برای ما بهتر شناسوندید به خواست مخاطبان عزیزمون گریزی هم میزنیم به تعیین یک روز برای بزرگ داشت و نهادن به این ورزش همه ای ما خوب میدونیم که تعصب داشتن و گنجوندن تعصب‌های نابجا وارد شدن به محدودیت‌های فکری باورهای محدود و بسته داشتن و اجازه ورود به اندیشه های نو ندادن همیشه در هر پدیده باعث رکود و درجا زدن شده و اون پدیده رو در یک پروسه قهقرایی قرار داده تا به حال در هیچ ورزشی در هیچ کجای دنیا دیده یا شنیده نشده که اون ورزش رو به دین یا مذهب یا زمان، زبان، فره، فرهنگ، ملیت و یا قوم و طرز فکر خاصی محدودش بکنن و بخوان که یک امر جمعی و گروهی مثل ورزش رو با یک بسته فکری و باورهای و اندیشه های خاصی اون رو محدود بکنن شما در کانون ورزشی و پرورشی تن و روان خلاقانه برای بزرگداشت میراث گرانبهای پروفسور ابراهیم میرزایی یارومه روز تولد ایشون رو زادروز روز ایشون رو به عنوان روز ملی تابا اعلام کردید و به تبعیت از شما بسیاری از همراهان و تاواکاران اقدام به طراحی بنرها، پوسترها، کارهای تبلیغاتی، برگزاری استاشهای تکنیکی با همین مضمون در حقیقت کردن و این روز رو با این اقدامات جشن گرفتن رو بزرگ داشتن. شما در کانون با این کار هم نشون دادید که تا چه اندازه به آرمانها و باورهای استادتون پایبندین و میخواهید که نام ایشون رو زنده نگه دارید و هم ثابت کردید که به طور غیر منطقی نمیتونیم ما برای یک ورزش غیر میهنی به نام کنفو روز ملی داشته باشیم بلکه برای تاوا که یک رزم ملی هستش قادر هستیم یک روز ملی تعیین کنیم و اون رو بزرگ بداریم حالا پرسش همراهان و مخاطبان ما از شما این هستش که لطفاً بفرمایید اندیشه و تفکر و هدف شما از تعیین روز 11 مهر روز تولد پروفسور ابراهیم میرزایی برای تعیین روز ملی تاوا چه چیزی بوده و این هدف چه چشمندازها و چه نوع آینده ای رو برای این ورزش ترسیم خواهد کرد به نظر شما در حقیقت ما میخوایم بدونیم که اقدام فدراسیون در محدود کردن این ورزش و تعیین یک روز مذهبی برای بزرگداشت این روز ملی چی هستش و آیا این کار از دیدگاه جامعه تاوا یک امری هستش که کارا و با ارزش شمرده میشه یا اینکه خیر لطفا نظرتون رو بفرمایید مهربانو از طرز فکرتون سپاس گذارم و افتخار میکنم به این تفکر همونطور که شما فرمودید همیشه در طول تاریخ ما مردمانی داشتیم که برای به رد گم کردن و یا اینکه مردم رو با گفته های خیالی و واهی فریب دادن زیاد داشتیم در تاوای ما هم به همین شکل من قبلا گفتم که در هیچ کجای دنیا یک همچین مسئله نمیتونه واقعیت داشته باشه که به فرض روز ملی یک ورزشی رو رئیس فدراسیون اون ورزش بیان ربطش بدن به مذهب به دین و به باورهای مذهبی مردم و بخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن و در ثانی آه. و تاریخی هم که این آقای رئیس فدراسیون برای این روز انتخاب کرده روز تولد حضرت علی هست میدونید که روز تولد حضرت علی به ماه عربیه و در سال حدود چند روزی کم میاد و در حال چرخشه خب ما نمیتونیم برای یک ورزش رزمی که میخواییم به طور مدام طی سالیان براش یاد بود داشته باشیم و اونها بزرگ بدونیم و بخوایم به مردم مملکتمون هموطنامون و همینطور جهان پیرامونمون معرفی کنیم با یه همچین تاریخی بیاییم که هر سال با سال قبل فرق داشته باشه و از طرفی خب همین ما میدونیم که تاوا یک بنیانگذار داره کسیه که ایرانیه کسیه که از دل این مردم بلند شده چرا ما باید به هر قیمتی که تونستیم بیایم نقش ایشون رو از بین ببریم پاکش بکنیم و نخواهیم که به مردم نشون بدیم اگه واقعا مسئولین ما دلسوز تاوا هستن براش گرامی داشت میخوان برگزار بکنن و معرفیش کنن به جهان چرا با اسم و رسم اصلی خودش با بنیانگذار اصلی خودش معرفی نمی کنن؟ چرا میخوان به طرز دروغین یا با کلمات دروغین با نام های دروغین این رو معرفی کنن که فردا نتونن پاسخگو باشن اصلا چرا اینقدر با میرزایی دشمنن؟ مگه میرزایی اینها رو چیکار کرده مگه چی گفته چرا انقدر با میرزایی مخالفن مگر کم از وجود میرزایی استفاده کردن این آقا که الان در مسلند قدرت رئیس فدراسیون نشسته داره نون میرزایی رو میخوره چرا باید انقدر مخالفت بکنه به هیچ عنوان من نمیتونم درک کنم که یه همچین مسئله ای رو بیان به این شکل عنوان بکنن و بخوان که به نحوی جریان رو لوسش کنن روی نسل خب من به عنوان یک فرد به عنوان کسی که تاوا کار کرده به عنوان کسی که دلسوز هستم به کاری که کردم با دوستانم تصمیم گرفتیم که روز تولد بنیانگذار تاوا رو به عنوان روز ملی روز ملی یا روز هنر رزم ملی ایران معرفی کنیم و به این شکل بخوایم که نشون بدیم که تا چه حد برامون مهمه این مسئله و به حال بخوایم که به این شکل اون رو گرامی بداریم و فکر میکنم این حداقل کاریه که ما میتونیم بکنیم به ها باید یک احترامی یک حرمتی نشون بدیم نسبت به بنیانگذار به پروفسور ابراهیم میرزایی به حال سالهای سال زحمت کشیده کار خلافی نکرده هر چی که بوده قلبش برای ایران زده برای مردم زده چرا باید نامش از بین ببریم چرا باید نخواهیم که دیگرون هم بشناسنش تا چه حد دشمنی تا چه حد کینه تا چه حد خودبینی تا چه حد فریبکاری ریاکاری به حال امیدوارم که مردم هم خصوصا تاوکاران با ما همگام بشن هم صدا بشن و این روز ملی رو برای همیشه ثبتش بکنن و از همه مهمتر گرامی بدارن و جشن بگیرن زنده باد ایران جاوید باد مردم ایران و یاد پروفسور ابراهیم میرزایی همیشه جاویدان